با سلام و وقت شما بخیر به برنامه بازار از تلو نیوز خوش آمده. سرخط خبر. واکنش دیدبان شفافیت به مصوبه بودجه سال روان مالی. بر بنیاد یافته های یک بررسی نهاد، بودجه توسعه دفتر ریاست جمهوری بیشتر از بودجه توسعه وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی است. گزارش های USIP نشان میده که حداقل نیم از افزایش عواید در اثر بهبود در ساختار جمع‌آوری عواید نبوده. کمک دنمارک برای بهبود مسئولیت غذایی در افغانستان. دنمارک 3 میلیون دلار را برای بهبود مسئولیت غذایی در افغانستان کمک کرد. این بسنده نیست که تنها در کوتاه مدت برای مردم کمک شود. ما می خواهیم با کمک های دراز مدت مردم افغانستان و کشاورزان سر پای خود ایستاد شوند. افزایش بی پیشنه بهای گاز در بلخ. شمار از باشندگان بلخ میگن که با سرد شدن هوا بهای گاز به گونه بی پیشنه در این ولایت افزایش یافته است. عادیجا میگیریم 59 روپا، با ما 59 روپا میتا، در پشت های خانه ما 70 روپا میتا و دکاندارای ما هم بدر جانی 65 روپا میتا. و خوشبینی صندوق جهانی پول بر رشد اقتصادی جهان. صندوق جهانی پول انصار دارد که کاهش نرخ بهره و نیز کاهش تنش‌های بازرگانی در جهان و با ثبات‌سازی رشد اقتصادی جهان بیانجامد. در این برنامه تا یک ساعت دیگر بعد تازه ترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان میپردازیم. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که در مصوبه بودجه سال روان مالی برای بخش‌های آموزش و پرورش و بهداشت در مقایسه با سال گذشته بودجه کمتر در نظر گرفته شده است. بر بنیاد یافته‌های یک بررسی نهاد، بودجه توسعه دفتر ریاست جمهوری بیشتر از بودجه توسعه وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی است. مثلا دیدبان شفافیت افغانستان میگن که از بهره کمبود منابع مالی، حکومت از مجموع 6000 مکتب که رئیس جمهور وعده ساخت آنها را داده بود تنها 13% آنها را خواهد توانست که بسازد. بر بنیاد یافته های یک بررسی دیدبان شفافیت افغانستان، در مصوبه بودجه سال مالی روان، بودجه بخش آموزش و پرورش نزدیک به 5% و بودجه بخش بهداشت بیش از 16% در مقایسه با پارسال کاهش یافته است. بر بنیاد مصوبه بودجه امسال بیش از 4.1 میلیارد افغانی بودجه توسعه‌ای برای وزارت های معارف و تحصیلات عالی در نظر گرفته شده است، در حالی که بودجه توسعه اداره امور ریاست جمهوری بیش از 4.2 میلیارد افغانی است. د یو خوا امنیت و جنگ و د دې د لاسه په عذاب یو، بیا د بله خوا معرف خپله د دولت د خوا څخه وهل کیږي، ضعیفه کیږي، نو دا ډېر د یو تاسف ځای دی. برخورد سیاسی با بودجه و در نظر نگرفتن معیارهای فنی از یافته های دیگر این بررسی استند. ولایت هایی که تعداد افراد فقیری بیشتر ندارن و به لحاظ تخصیص منابع متاسفانه در اونجا هم کمتر اختصاص پیدا کردن. دیدبان شفافیت افغانستان بودجه کوتاهی احتیاطی و چگونگی گردآوری درآمدها را در 10 سال پسین نیز بررسی کرده است. مسئولان این نهاد با اشاره به کاهش چشمگیر ارزش افغانی در 5 سال پسین و انتقال پول از بانک مرکزی و بانک ملی افغان به وزارت مالیه در سال مالی گذشته میگویند که عوامل غیر از منابع درآمدزا در افزایش درآمدهای کشور نقش داشتند. گزارش های USIP نشان میده که حداقل نیم از افزایش عواید در اثر بهبود در ساختار جمع‌آوری عواید نبوده. گزارش های سیگار از سال 1398 8 ماهش نشان میده که ممکنه جمع‌آوری عواید در این 8 ماه اول منفی بوده باشه. بودجه ما یک بودجه ملی است به اساس معیارهای بین‌المللی و از هر سال به سال بهتر و خوبتر ساخته شده. مصارف و یا بودجه سکتورها که شامل سکتور صحت و معارف هم میشه در کل به اساس اولویت و تقسیم بندی به سکتورها در سطح حکومت و رهبری حکومت گرفته میشه. وزارت مالیه به تنهایی خودی کار نمیکنه.
بر بنیاد یافته‌های دیدبان شفافیت افغانستان در 5 سال حکومت وحدت ملی، بر بنیاد قانون سهم بودجه کدهای احتیاطی 54 میلیارد افغانی بود، اما 202 میلیارد افغانی از طریق این کدها هزینه شده است. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، همچنان آقای ناصر تیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان. سلام و وقت شما بخیر. سلام. خوش آمدین مهمانان عزیز. بس آقای تیموری، بس با شما آغاز میکنیم. اگر در نخست روی یافته هایتان بر ما جزئیات بیشتر ارائه بکنین از بودجه سال روان مالی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب آقای مسجدی. در این گزارش ما به چند مورد مشخص پرداختیم. یکی از مواردش بحث این هست که چقدر افراد آسیب پذیر، اونایی که نیازهایشان در جامعه نسبت به افراد دیگه بیشتر است، در بودجه ملی برشان اولویت داده شده. موضوع عمده‌ای که بود در مسئله بیجاشدهای داخلی و عودت کننده ها به کشور بود که بر اساس آمار سازمان ملل 1.2 میلیون نفر در سال گذشته میلادی شامل از این کتگوری میشن و سهم بودجه که ما در این جگاه دیدیم، این سهم از این به صورت اوسط سرانه حدود 90 افغانی میرسید، یعنی 1.2 دلار که ممکنه مصرف یک روز یک کس یک بیجاشده داخلی رم نشه. یکی از سوالات عمده ما این بود که چرا حکومت برای بیجاشده داخلی و عودت کننده ها اولویت بیشتر نداده. موضوع دومش مسئله مکاتب و مسائل صحت بود. ما در این جگاه مشکل جدی حفظ و مراقبت داریم و مشکل جدی رسیدگی به نیازهای اولیه مکاتب و مراکز صحی داریم. در بودجه حفظ و مراقبت از اینا ما در سارای متمادی افزایشی که بتانه تغییر در زندگی مردم بیاره نمیبینیم و همچنان در مورد مکاتب رئیس جمهور 6000 مکتب را تعهد کرده بودند در 2 سال ساخته بشه، اما ای بر اساس از این گزارش 800 مکتب تا ختم از این سال ساخته میشه که فقط 13% میشه. یک سوال دیگه ما این هست که چرا این تعهد شده بدون در نظر داشت منابع مالیش. موضوع بعدی بحث اشتراک مردم در بودجه است. در زمین اشتراک مردم وزارت مالیه و حکومت افغانستان یک سلسله پیشرفت ها داشتن. جلسات استماعی عامه در سال گذشته در 8 ولایت برگزار شدند، اما مشکلی که در این وجود داشتی بود که نظریات مردم حدود 1500 پروژه مردم در این جلسات که در تعداد ما خودم و همکارایم حضور داشتیم اینا را پیشنهاد کردند. سوال ما این است که چرا این پروژه ها در داخل بودجه ملی نیامدند. این از جمله یافته‌های مهمش در این مباحث بود، اما در 2 موضوع دیگه هم ما بحثای انجام داده بودیم. یکی بحث مصرف پول انکشافی بود. در دوران حکومت وحدت ملی 525 میلیارد افغانی در 5 سال به مصرف رسیده از طریق بودجه انکشافی. در حکومت قبلی این 297 میلیارد افغانی بوده. بنابراین حکومت وحدت ملی یک بیشتر تانستن به مصرف برسانن. دوم در قسمت عواید به صورت اوسط در 5 سال حکومت قبلی 500 میلیارد افغانی جمع آوری شده. در حکومت وحدت ملی بدون در نظر داشت دیگه عوامل حدود 800 میلیارد افغانی جمع آوری شده. پرسشی که ما مطرح کردیم این بوده که با وجودی که پول بیشتر مصرف شده، حکومت ادعا میکنه پول بیشتر مصرف شده، عواید بیشتر جمع آوری شده، چرا در زندگی مردم از جمله فقر تاثیر نیاورده؟ تشکر آقای تیموری، دوباره به شما برمیگردم. در نخست آقای مسجدی، دیدگاه شما رو میخوایم با یافته های دیدبان شفافیت افغانستان داشته باشیم. یک مورد و ما اشاره هم بکنین به این که چرا بودجه نهادهای آموزش و پرورش در افغانستان کمتر است از نهادهای دیگر. به گونه مثال 4.1 میلیارد افغانی بودجه توسعه وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی است، اما در عین حال بودجه امور ریاست جمهوری 4.2 میلیارد افغانی است. چرا؟ تشکر میکنم. سلام به شما، به جناب تیموری صاحب، به مردم ما. ببینین، هر زمانی که ما صحبت از نیازمندی های مردم میکنیم باید یک چیز کاملا مد نظر داشته باشیم. بله. بیشتر از 50% بودجه ملی ما را همکاران بین المللی تمویل میکنند. ما ملت نیستیم که تمام بودجه خود از پول خود تمویل کنیم و به دل خود مصرف کنیم. این من حیث یک حقیقت باید بپذیریم. ملتی هستیم که وابسته به دیگران هستیم، پول میگیریم و این پول مصرف میکنیم. در سند بودجه ملی 3 نوع پروژه گنجانیده میشه.
پولی را که خارجی ها میته اونا یک تعداد پروژه ها در جاهای مشخصه امرای ما به توافق میرسه که در اون مورد حکومت افغانستان دست باز نداره. پس گرفتن از اون پول بر ما مهم است و تطبیق از اون پروژه ها بر ما مهم است. مسئله دومش پروژه هایی است که به اساس دید بزرگ اقتصادی کشور تطبیق میشه. مثلا بند است، مثلا سرک بزرگ است، مثلا برق هاست، مثلا موارد دیگه است که او را ما نمیتونیم به اساس درخواست نفرها در یک ولسوالی یا در یک ولایت یا چون او جمع از برنامه بزرگ اقتصادی است. میاییم به اشتراک مردم. چنانچه که تیموری صاحب هم گفتن، ما از سال به سال دیگری کوشش کردیم که اشتراک مردم بالا ببریم. شما فکر کنین 1500 پروژه را که مردم درخواست کرده بود، اگر ما مجموعه از این را صحبت کنیم تقریبا بالاتر از نیم بودجه ملی افغانستان میشه. این پول از کجا شوه؟ ما باید این امرای خود داشته باشیم. اما که چند موردش هم شما گنجایی داریم. ما ببینین در 34 ولایت کشور ما شفخانه داریم، کلینیک داریم، مکتب داریم، گنجانیده شده میره. ولی زمانی که ما از بودجه پروژه جدید صحبت میکنیم، این را باید در نظر داشته باشیم که پروژه هایی را که ما در سال گذشته شروع کردیم، آیا اونا تکمیل شوه یا اونا تکمیل نشه ما پروژه دیگه شروع کنیم. پس اولویت به این داده میشه که پروژه هایی که در حال جریان است اونا باید تکمیل شوه، بعد از او پروژه های جدید با آن هم. در میان این 11 پروژه جدیدی که گنجانده شده، چند پروژه ای است که خواسته عمده مردم بودن؟ خواست عمده مردم همیشه است. سرکی که 22 کیلومتر در غلام خان در بندر است خواست مردم بود. علفچرهایی که توسط وزارت محترم زراعت جور میشه خواست مردم است. آب آشامیدنی کابل خواست جدی مردم است. آب زیرزمینی کابل خواست جدی مردم است. پس هر پروژه ای که تطبیق میشه برای مردم و از خاطر مردم است. اما آقای تیموری گفتن که این پروژه هایی که مردم درخواست داده بودن گنجانیده نشده. ببینید، من پیشتر برای شما گفتم اگر ما این معیار قرار بدیم که ما پروژه هایی که مردم پیشنهاد میکنه باید کلا در مجموعه بودجه ملی بنجانیم، پس نباید دید اقتصادی باید داشته باشیم، نباید گفته یگان تا پول خارجی ها را بگیریم، تمام منابع ما از داخل باشه، ما یک ملت غیر وابسته و با اقتدار و بسیار به حساب پولدار باشیم که متاسفانه هر کدام سهم مردم در بودجه سهم مردم به این معنا که یک تعداد خاص پروژه هایی را که اونا پیشنهاد میکنن ما بتونیم اونا بگنجانیم و این کار ما میکنیم. یک تعداد خاص مثلا چی؟ یک تعداد خاص مثلا من پیشتر بر شما گفتم علفچرها هستن. اگر مستقیم دو نفر نگفته و در کل ولایت مردم گفته که علفچر ما را بسازین، پس او درخواست کل ولایت است. مثلا اگر آب کابل را میگیم، آیا آب کابل درخواست مردم نیست؟ ای هم از مردم است. اگر سرک ولایت خوست میگیم، او هم خواست مردم است. بله. او هم خواست مردم است، ولی یک تعداد پروژه هایی را که مثلا چند نفر در ولسوالی خود میخواه اینا نمیشه. آخوی مزیدی ادامه صحبت های شما را با مزید بالا از وقت فهم میداشته باشیم. یک من برنامه کوتاه داریم، پس از ادامه برنامه بازار. ادامه برنامه بازار خوش آمدید. آقای مسجدی، در این بخش ما اگر اشاره داشته باشین به بودجه نادهای آموزش و پرورش. ببینین سقف هر سکتور درست که چقدر پول مصرف میشه طرف وزارت مالیه تعیین نمیشه. این به سطح حکومت از طرف رهبری حکومت تعیین میشه. مثلا نیازمندی مملکت امنیت است 40% بودجه را امنیت میبره. بعد از او هر سکتور به مقدارش. ما در مو سقف بودجه یا در مو سقف سکتور ما بودجه تعیین میکنیم. چرا اداره امور بیشتر از ادارات دیگه است؟ ادارات دیگه مثل معارف، وزارت تحصیلات عالی از طرف دولت ها در مقدار دیگه هم کمک میشن. مثلا اگر ما مثال 6000 مکتب بتیم که مربوط وزارت معارف است، این تماما از بانک جهانی تمویل میشه. اگر وزارت تحصیلات عالی را بتیم بر دیگه با آن اما هم... وعده رئیس جمهور بله. بر ساخت 6000 مکتب برای این مردم به این گپ میایم. ولی اداره امور یک اداره است که در اونجا پول انکشافیش هم خودشان و هم اداره خاص عملیاتی رئیس جمهور استفاده میکنن، جاهای تاریخی را، و در اونجا هیچ دونر یا هیچ کسی وجود نداره که همکاری کنه. او صرف خود پول افغان ها بر جاهای افغان ها مصرف میشه. پس به او صورت بعضی اوقات اینا تفاوت می داشته باشه. 2000 مکتب را که جناب تیموری صاحب یادآوری کردن، ببینین رئیس جمهور وعده کرد که ما 2000 مکتب میسازیم. وعده ایشان در سال 1396 بود. آغاز مکاتب از سال 1398 شروع شد. چرا؟
پول از این مکاتب بانک جهانی میدن. متاسفانه بانک جهانی به یک بارگی پول نمیدن. اونا آیسته آیسته پول میدن. نظر به معلوماتی که من از وزارت محترم انکشاف دهات کردم، الی ماه حوت امیم سال 800 مکتب مکملا به وزارت معارف تسلیم میشن. 1600 دیگر در پروسه ساخت است. 2000 دیگر پروپوزل سازی شده. پس وعده ای را که ما کردیم ما متعهد به تطبیق هستیم، ولی مسئله پول است که نهاد کی را تمویل میکنه. اونا پروسه خاص خود داره که سلو بر ما پول میتن، ولی وعده تطبیق شدنی است. ای که مدت زمانش تغییر میکنه مسئله دیگر است. بله تشکر دوباره به شما برمیگردم. آقای تیموری، چقدر صحبت های آقای مسجدی بر شما به عنوان یک نهاد که در بخش شفافیت کار میکنین قابل پذیرش است؟ من فکر میکنم که تلاش ها از سوی حکومت انجام شده. ما با رئیس جمهور، وزارت مالیه و اراکین مهم حکومتی نشستیم و ای اذهان حالا شده و ای من فکر میکنم دروازه را برای اصلاحات بیشتر باز میکنه که ما مشکلات جدی در پروسه مدیریت مالی خود داریم. حتی رئیس جمهور هنوز از کلمه لیلام استفاده میکنن که بودجه ملی افغانستان همه ساله به لیلام گذاشته میشه و میاین تعداد زیادی از کسای استفاده میکنن. ممکنه اونا این گپ بعضی از سخنرانی های خود به صورت اذان عامه هم گفتن، اما در جلسات هم به اشاره میکنم. یعنی ما هنوز در بودجه ملی به صورت جدی ما مشکلات داریم. مشکلاتی که ما به نتایجی که میخواییم نمیرسیم. به صورت مثال یکی از مسائل مثلا مسئله اشتراک مردم. 1500 پروژه که ما گفتم این میکانیزم هنوز درست نشده. ما که در همی مشورگیری از مردم خود من بودم، او ارادی قوی که آنچه که با مردم مشوره میشه در بودجه میایه این وجود نداشت متاسفانه. چون پیشنهاد ما این بود که اول شما سقف مشخص کنیم. ما مثلا رفتیم در ولایت قندهار. بله. ما خود بودیم در قندهار نبودیم، اما در چند ولایت دیگه بودیم. گفتیم که سقف مشخص کنیم، برای مردم میگیم که شما 10 میلیون دلار میتونیم پیشنهاد بکنیم. اما همکارای ما موافقه نکردن، گفتن نه امی تو از مردم مشوره میگیریم. خب از مردم که مشوره میگیریم به این معنی است که شما به صورت غیر محدود برای ما پیشنهاد بکنید. آقای مسجدی گفتن که یک تعداد خاصی از پیشنهادات پذیرفته می شود در قسمت ساخت بودجه. در مورد این پروژه‌ای که با مردم مشوره شده، متاسفانه ما هیچ شواهدی در نتونستیم داخل بودجه ملی پیدا بکنیم که پروژه‌ای که ما خود ما حضور داشتیم در اونجی مردم اونا را لیست کردند، ختم برنامه لیستش مشخص شد، ما اون پروژه را در داخل بودجه ملی نیافتیم. بنابراین در قسمت مشوره گیری از مردم ما مشکل بسیار جدی داریم و بودیجه بحث مردم افغانستان بسیار مردم صبور و در این حال مردم بسیار دانا هستند. من فکر میکنم مردم یک ولسوالی بسیار دقیق میفهمند که چی نیاز دارن. بعدا کارشناسا میایه او را یک دید اقتصادی هم میدن و اون برای مردم قناعتشان حاصل میکنن. به نظر من بسیار مهم است. در مورد اجازه بدید آقای مسجدی دیدگاهشان در این مورد داشته باشن. آقای مسجدی، خب ببینین، من بازم به این برمیگردم که هر زمانی که ما صحبت از گنجایش یا از دخیل کردن پروژه ها به بودجه ملی صحبت میکنیم، بله، باید باخبر از امکانات مالی خود باشیم. بدون از اینکه از امکانات تیموری گفتن که شما میتونین سقف مشخص ما این کار در سال 1399 ما این کار کردیم. 4 میلیارد افغانی گذاشته شده که 1 میلیارد از این مساویانه به ولایت ها تقسیم میشه، 1 میلیارد ازی به اساس نفوس تقسیم میشه، 2 میلیارد ازی به اساس نیازمندی های اقتصادی فقر و اینا تقسیم میشه. بس او وقت است که نمایندای مردم در ولایات، خود مردم پروژه هایی را که بر ما گفته و وایست وایست در سند بودجه. آقای تیموری میگن که هیچ از پروژه هایی را که مردم پیشنهاد کرده بودن در سند بودجه دیده نمیشه. بازم امکانات بودجوی مطرح است. ببینین وقتی که ما تمام پول را، مثلا ما در سال 1399 پلان داریم که بتانیم 209 میلیارد افغانی عواید جمع آوری کنیم. بله. 208 میلیارد از قبل به پروژه های میره که در بودجه از سال گذشته آمده است. پس آیا ما او پروژه هایی که از سال گذشته آمده ما او را یک طرف بانیم برای پروژه های جدید پول بتیم؟ یا ای که بگویم که نه، اول اونا را تمام کنیم، لیست مردم را گرفتیم، اگر امسال در پروژه ها دخیل نشد سال دیگه میتونیم این کار انجام بدیم، چون نیازمندی مردم امسال هم مو است و سال آینده هم مو است. پس اگر مسئله به این باشه که نه چیزی را که ما در گذشته شد نه خب، اگر ما مسئله به این باشه که ما چیزی را که در گذشته شروع کردیم او را ختم نکنیم، یک طرف بانیم پروژه جدید شروع کنیم، ما فکر کنیم باز هم شفافیت فکر نکنیم این سال نخست باشه که ما پروژه هایی را داریم که سالهای گذشته است. پروژه ها همی رقم است، پروژه ها متر است، پروژه ها متداوم است. بهانه هم نیست برین که پروژه جدید باید گنجانیده نشه. نه بهانه نمیگیم، از حقیقت گپ همی است. یک پروژه است که او مثلا 4 میلیارد افغانی تنها یک پروژه برمیگرده.
درست. ما 4 میلیارد در یک سال برای ازو داده نمیتونیم، ما مجبور هستیم کیره پیش ببریم. میایم روی مسئله دیگه که تیموری صاحب پیشتر در گزارششون مسئله فقر و مسئله تأثیری از بودجه را یاد کردن. بسیار ساده میگیریم بعضی از موارد. ما زمان کرزه با تمام کمک های بین المللی، با تمام دلار هایی که در مارکت افغانستان تا و بالا می شد و تمامش خارج شد، با 400 میلیارد افغانی امروز مقایسه میکنیم و میخواهیم که عین تاثیر داشته باشه. این فکر کنم بسیار سطحی است. اقتصاد افغانستان اقتصاد 5 سال 10 سال پیش نیست. این مسئله را باید مد نظر بگیریم زمانی که ما صحبت از این میکنیم که بودجه افغانستان چقدر تاثیر داره. تشکر. آقای تیموری، واقعا شما به موضوعات به گونه سطحی میگین؟ ما چیزایی که در گزارش آمده بر اساس معیارهای پژوهشی و علمی استوار هست و همشون سنجش شده. عواملی که میتونسته رویش تاثیرگذار بشه تا حدی که دسترسی به اطلاعات در ادارات حکومتی ممکن بوده، اینا رو ما محاسبه کردیم. اما در چند موردی که بسیار واضح هست، ما فکر میکنم که در قسمت اولویت بندی ما سوالات بسیار جدی داریم و این سوالات ما برای ما حل نشده. ما بیشتر از بین 2.5 تا 3 میلیون معتاد داریم در کشور و یک مشکل بسیار جدی هست. ما فکر میکنیم که و در این گزارش همکارای ما به او اشاره کردن، به لحاظ اولویت بندی آیا ما پول میدیم به اداره عملیاتی ریاست جمهوری برای بهبود آبدات تاریخی یا میخواییم وضعیت معتادین کشور که ممکنه در این زمستان تعداد زیادشان از سردی جان خود از دست میدن اونا رو نجات بده؟ من فکر میکنم که در اولویت بندی از این باید جدیت بیشتر به خرج داده بشه. درست. در مورد بیجا شده های داخلی میخوایم اون موضوع رو دوباره اشاره بکنم. من فکر میکنم بیجا شده های داخلی کسایی هستن که در این کشور نسبت به هر کس دیگه بیشتر متاثر میشن. جنگ است در این کشور، عواملی که در دست اونا نیست، از خانیشان، از ولسوالیشان، از شهرشان بیجا شدن یا در کابل یا در شهرهای بزرگ دیگه. اینا نیاز به توجه بسیار جدی دارن. حکومت افغانستان در قسمت بیجا شده‌های داخلی مکمل مسئولیت رو دادن برای سازمان ملل و کمک کننده های بین المللی. این قابل درک است، اونا میاین یک مقدار کمک میکنن. اما حکومت افغانستان مثل من حیث حکومت همین مردم همین حکومتی که بر اثر جنگ به خاطر ثبات همین حکومت اونا بیجا شدن، نیاز داره که حکومت از اونا دستگیری بکنن. ما امیر روزا دیروز مثلا در ولایت لوگر یک مشکل جدی سردی و غربت به وجود آمده بود. مثلا وزارت مهاجرین عادت کننده ها و اینا هیچ منابع حداقلی را ندارن که به صورت فوری بتونن برای یک جمع کثیر از مردم رسیدگی کنن. ما در این چند مورد فکر میکنین که درست. نیاز جدی برای آقای تیموری هست. اما در کنار از این روی کدهای احتیاط اگر ما صحبت بکنیم که یکی از یافته های از شما همین است، بر بنیاد همون یافته های شما در 5 سال حکومت وحدت ملی گفته میشه که بر بنیاد قانون سهم بودجه کدهای احتیاط 54 میلیارد افغانی بوده، اما 202 میلیارد افغانی از طریق این کدها از این اشرا در کدام موارد بوده این مصارف؟ کدهای احتیاط همانطور که شما اشاره کردید ماده 32 قانون اداره امور مالی و مصارف عامه هست. این موضوع از سوی اداره عالی تفتیش، بانک جهانی تا حدود ولوسی جرگه و ما من حیث نهاد مدنی این را مطرح کردیم. همکارا در وزارت مالیه و حکومت هم این را اعلان کردن، گفتن ما در تلاش کاهشش هستیم. در حکومت وحدت ملی حدوداً 4 برابر بوده و برای انصافش این هست که در حکومت قبلی هم که بس هیچگاه مطرح نمیشد 3 برابر بوده. یعنی هیچگاه در 5 سال، حداقل 5 سال دوم آقای کرزی را ما در همین گزارش تحلیل کردیم، هیچ سال او هم نبوده که کدای تئاتر کمتر از 3% مصرف کرده باشند. مشکلی که در کدای احتیاط هست این هست که پروسه اداری بودجه سازی و اینا در روی اعمال نمیشه و صلاحیت بیشتر رهبری سیاسی در قسمت انتخابشان است. یک مثال عمدیش که در گزارش آمده، مثلا پروژه انکشافی کشور هند مثلا در کدای احتیاط گذاشته شده
ما فکر میکنیم البته از جمله کشورهایی هست، تعداد زیاد از کشورها معدود میکنن به پروژه کلان، اونا گفتن به هر جایی که میخواین شما در پروژه کوچک مصرف کنید. گذاشتن از اونا در کدای احتیاط به نظر ما موجه نیست. بله تشکر دوباره به شما برمیگردم. آقای مسجدی، چرا 202 میلیارد افغانی از طریق کدهای احتیاط به مصرف رسیده؟ خب قبل از اون ما یک مسئله را باید به مردم بگویم که آواز باید به وقت بلند کنیم. یعنی هر... آقای تیموری و دیدبان شفافیت نوقت آوازشان بله، بلند کردن؟ بله بسیار نوقت. آقای تیموری شما آوازتان نوقت تر بلند کردین؟ اول اجازه بتین؟ نه اول اجازه بتین که من صحبت خود تکمیل کنم باز اونا صحبت میکنم. بفرمایید. در هر جلسه اجتماعی استماعی بودجه به شمول دیدبان شفافیت تمام نهادهای مدنی چوکیشان موجود است. ما گاهی دیدیم که گاهی از دیدبان شفافیت کسی آمده دیگر را همه خالی هستند، ولی یک روز در اونمو اجتماعی آواز بلند نکردن که چرا این کار را نمیکنیم. ببینین ما که میگم که آواز را به وقت بلند کنیم، همو وقت مایکروفون در پیش رویتان است، تمام مقامات در مجلس ششتن، چرا نمیگین که بودجه مثلا بیجا شدگان کم است؟ چرا نمیگین که خب عزیز شما چرا؟ من نمیفهم، این را باید اینا جواب بدن. شاید در او وقت برشان اهمیت ندارن، شاید اهمیت داره ولی پسان میخواین این مسئله را به ایچیز کنن تا به یک نوی گزارش بهتر اجازه بدن. تشکر آقای مسجدی. خیلی کتا آقای تیموری دیدگاه شما رو میداشته باشم. خیلی کتا وقت من فکر میکنم نیاز نیست که برای حکومت گفته بشه که شما 90 افغانی برای یک بیجا شده داخلی بگذارین. منطقی که این هست باید توضیح داده بشه و تغییر بکنه. تشکر آقای تیموری و همچنان آقای مسجدی، سپاس از اینکه به برنامه وصول شدن. خیلی سپاس از شما. وقت هم وقفه. به ادامه برنامه بازار خوش آمدید. در این بخش از برنامه بازار همکارانم گزارش را از ولایت بلخ فرستادن در مورد افزایش بی‌پیشنه گاز مایع در این ولایت که نگرانی باشندگان این ولایت را نیز برانگیخته است. اینجا یکی از مرکزهای فروش گاز مایع در جنوب شهر مزار شریف است. در اینجا هر کیلوگرم گاز مایع 59 افغانی به فروش می‌رسد. باشندگان مزار شریف از افزایش بهای گاز شکایت دارند. عادی جمع میگیریم 59 روپا، با ما 59 روپا میتن، در پشت های خانه میایه 70 روپا میتن و دکاندارای ما به در جونی 65 روپا میتن. در خانه پرسان نیست، یک روز به یک نرخ، یک روز به یک نرخ. شما فکر کنید که سر چک مرد کار بزار به مردم به چه رقم میکنه، ولی در اینجا میایه گاز پرت روزگار پیش ببره، خرج تحصیل اولاد خود یا کرای خانه و... بسیار مشکل است. نه کیلو گاز 70 روپا چطور در این هوای سرد؟ نفری است که مثال روزی 200 300 کار میکنه، او را گاز بخره، نان بخره، چی کار بکنه؟ نجیب الله راننده تاکسی در شهر مزار شریف است. او تنها نانآور یک خانواده 8 نفری است. میگوید بیش از 2 کیلومتر راه پیموده است تا از اینجا به بهای کمتر گاز مایع را خریداری کند. ما اینجا خود کیلوگکی میدادیم، تانگ لیتر با 32 روپا 31 روپا است. ما اینجا کیلوگکی میدادیم کیلو 65 روپا. ما دیگه اینقدر توانایی زیر نداریم. از حکومت تقاضای ما همی است که بر درد از این مردم، به چیز از این مردم رسیدگی شود. سید یحیی یک تن از فروشندگان گاز مایع در مزار شریف میگوید که به علت افزایش بهای گاز فروش آنها نسبت به گذشته کم شده است. او میافزاید که یک ماه پیش روزانه 7 تا 8 تن گاز مایع را میفروختند، اما اکنون این رقم به 5 تن در روز رسیده است. دلیلی که گاز بالا رفته، اولش که مشکل امنیتی است، یعنی امنیت وجود ندارد، ترانسپورت نمیتوانند با اطمینان کامل گاز بیاورند و همچنان دیگه مشکلی است که گاز کم میآید، دولت توجه ندارد. در این میان رئیس صنعت و تجارت بلخ میگوید که اخخازی ها در شاهراها و نیز کاهش در واردات گاز مایع از علت های افزایش بهای گاز مایع است. با آمدن اولین معموله های سال جدید، قراردادهای جدید، فکر میکنم که گاز اما آخرین قیمتش یک دم بفته که ما شاهدش باشیم که یک کیلو گاز 40 افغانی باشه. دیدگاه اتاق تجارت بلخ را در این باره به دست آورده نتوانستیم، اما رئیس صنعت و تجارت بلخ میگوید که شماری از وارد کنندگان بزرگ گاز مایع وعده سپرده اند که تا چند روز آینده بهای گاز مایع کاهش خواهد یافت.
فبندو عزیز، در این بخش از برنامه بازار سر می اندازیم به بهای مواد خوراکی در بازارها که در حال حاضر بهای مواد خوراکی چگونه است و چه تغییرات هم نسبت به روزهای گذشته تا امروز در این بخش به میان آمده است. بله، 50 کیلوگرام آرد در حال حاضر 1590 افغانی به فروش میرسه که شکایت عمده شهروندان کشور هم همین مورد بود که با وجود از اینکه ارزش دلار در مقابل افغانی تا اندازه کاهش پیدا کرده اما تغییرات چشمگیر شده روی بازارها به ویژه در بخش مواد خوراکی نداشته. 1 لیتر روغن 85 افغانی به فروش میرسه به همین ترتیب. 1 کیلوگرم برنج سیل اول داریم که در حال حاضر در حدود 90 افغانی به فروش میرسه. 1 کیلوگرم لوبیا 100 افغانی در بازارها به فروش میرسه و همین ترتیب نخود. بله، 1 کیلوگرم نخود 95 افغانی به فروش میرسه. 1 کیلوگرم شکر در حال حاضر در بازارها 40 افغانی به فروش میرسه و همچنان چای میبینیم که بهایش چگونه است. 1 کیلوگرم چای 300 افغانی به فروش میرسه. البته روزهای گذشته تا 290 افغانی هم داشتیم که 1 کیلوگرم چای در بازارها به فروش میرسید. و اکنون هم بهای مواد نفتی و گاز مایع. 1 کیلوگرم گاز مایع 75 افغانی به فروش میرسه. 1 لیتر پترول 52 افغانی در بازارها به فروش میرسه با همین ترتیب. بله، و همچنان دیزل هم میبینیم که 1 لیتر دیزل هم 49 افغانی در بازارها به فروش میرسه. و اما در بخش گاز مایع که روزهای گذشته، البته هفته گذشته، تا 90 افغانی 85 افغانی هم 1 کیلوگرم گاز مایع در بخش های مختلف به فروش میرسید و اکنون رسیده 1 کیلوگرم گاز مایع به 75 افغانی و در همین مورد دیدگاه باشندگان پایتخت را نیست میداشته باشه. نرخ نوای بازارها بسیار زیاد شده، بیشتر مردم توانایی یک کیلو گاز ندارند. ولی ما از دولت میخواهیم، دولت میخواهیم که میره بیشتر ارزان بسازه. هفته قبل ما 90 افغانی گاز خریدیم. دیگه همین فعلا 70 افغانی گرفتیم. قیمت اگر یک لزق پایین برن دو روز بعد پس همین گپ است. اگر راه بسته میشه هم قیمت میشه نه تنها گاز. به کل ملت افغانستان و چیزی که خانواده مسکین بیچاره ضرر دارد. توی که پیسه دار هست به او به تفاوت است. گاز نظر به 3-4 روز پیش قیمتش یک ذره خوبتر شده و امروز ما گاز 70 روپا میفروشیم، دینار روز هم 70 روپا از ما بود و بعضی جایا هست 75 80 تا 90 روپا به فروش میرسه. بله، و خواست عمده همه شهروندان کشور نظارت حکومت بر بازارهای مواد نفتی و گاز مایع در این بخش است. بکنه هم نرخ اسعار. 1 دلار آمریکایی در حال حاضر 77 افغانی در بازارهای ارز مورد تبادله قرار میگیره. 1 رو 85 افغانی و 40 پول تبادله میشه به همین ترتیب. 1 درهم امارات 20 افغانی و 85 پول مورد تبادله قرار میگیره. 1000 روپیه هندی 1080 افغانی تبادله میشه. همچنان تومان 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 90 پول و 1000 روپیه پاکستانی هم 485 افغانی در بازارهای ارز مورد تبادله قرار میگیرد. و در این بخش از برنامه بازار، دنمارک 3 میلیون دلار را برای بهبود مسئولیت غذایی در افغانستان کمک کرد. قرار است که این کمک ها از سوی سازمان خوراک و کشاورزی سازمان ملل با همکاری وزارت زراعت و بیوری هزینه شوند. سفیر دنمارک در کابل گستردگی نبود مسئولیت غذایی را در افغانستان نگران کننده میداند و میگوید که برای بهبود این وضع نیاز است که برنامه های دراز مدت عملی شوند. سفیر دنمارک در کابل از بسته جدید کمک های 15 میلیون دلاری این کشور برای افغانستان خبر می دهد. قرار است در یک سال آینده تنها در حدود 3 میلیون دلار این کمک ها در ولایت های بدخشان، دایکندی، غور، هرات و اورزگان در بخش بهبود مسئولیت غذایی هزینه شود. این بسنده نیست که تنها در کوتاه مدت برای مردم کمک شود. ما می خواهیم با کمک های دراز مدت مردم افغانستان و کشاورزان سر پای خود ایستاد شوند. بر بنیاد آمارهای وزارت اقتصاد بیش از 44% از جمعیت کشور با نبود مسئولیت غذایی روبروستند. سازمان جهانی خوراک و کشاورزی سازمان ملل خشکسالی های دو سال گذشته را از علت های افزایش نبود مسئولیت غذایی در افغانستان میگوید. برای فامیل های کوچک که از خشکسالی های دو سال گذشته متاثر شدند بسیار مشکل است که به حالت عادی برگردند.
3 یا 4 سال زمان نیاز است تا وضعیت زندگی کشاورزان متاثر شده از خشکسالی‌ها به حالت عادی برگردد. وزارت زراعت آبیاری میگوید که با کمک 3 میلیون دلاری دنمارک در یک سال آینده برای بیش از 129 هزار کشاورز کمک رسانی خواهد شد. کمک های به دیهاقین از لحاظ توزیع تخم های اصلاح شده، کود های کیمیاوی، ابزار و وسایل به خانم ها به خاطر باغچه های خانگی، احیای سیستم های آبیاری می باشد. سفیر دنمارک در کابل می گوید که افزون بر این کمک ها، کشورش امسال 12 میلیون دلار دیگر را نیز در بخش های آموزش و پرورش، حکومت داری خوب و مسئولیت غذایی به افغانستان کمک خواهد کرد. وزارت زراعت و آبیاری میگوید که ریزش برف و باران امسال تاثیر مثبت بر افزایش فرآورده‌های کشاورزی افغانستان خواهد داشت. این وزارت میگوید که بررسی‌های این وزارت نشان میدهد که در سال روان حاصلات فرآورده‌های کشاورزی در مقایسه با سال پار بیشتر خواهد شد. از هم یکی از کارشناسان بخش اقتصاد میگوید که نیاز از حکومت برای افزایش فرآورده‌های کشاورزی در بخش معیاری‌سازی کشت و برداشت و کاهش ضایعات توجه بیشتر نماید. ای بارندگی ها کمک میکنه که در زمین های آبی و برانویز زمین های للمی گندم کشا و مسئولیت غذایی میاد در مرحله اول متکی به تولید گندم است، آرد است. بارندگی ها بسیار کمک میکنه، حداقل به اندازه سال گذشته ما تولید خود داشتیم. دولت و به خصوص وزارت زراعت برنامه های کاربردی را اعمال بکنه تا ما منفعت اعظمی را بگیریم و در راستای فعالسازی و در راستای از این که ما بتانیم زمین های بایی را بالفعل بسازیم کار صورت باید بگیرم. و در این میان صندوق جهانی پول انتظار دارد که کاهش نرخ بهره و نیز کاهش تنش های بازرگانی در جهان بعد به ثبات سازی رشد اقتصادی جهان بیانجامد. این صندوق برآوردهش را درباره رشد اقتصادی جهان در سال روان آینده میلادی کاهش داده است. به گفته مقام های صندوق جهانی پول، ضعیف‌تر شدن اقتصاد هند و کاهش تنش‌های بازرگانی چین و آمریکا از عوامل اثرگذار بر پیش‌بینی‌های این نهاد درباره رشد اقتصادی جهان بودند. پیش از آغاز نشست اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس، مسئولان صندوق جهانی پول گزارش سالانه‌شان را درباره رشد اقتصادی جهان رونمایی می‌کنند. یک مقام بلندپایه صندوق جهانی پول پیشبینی این نهاد را درباره اقتصاد جهانی در 4 واژه خلاصه می سازد. با ثبات سازی آزمایشی، بهبود کند. ما برای فشرده ساختن این عبارت در 2 واژه بسیار کوشیدیم، اما هنوز آغاز سال است و برای یافتن راه‌های حل زمان داریم. مشوره امسال ما به سیاستگزاران این است که هر کاری که سودمند باشد انجام دهند. تا کنون دیدیم که سیاست پولی سازگار کارا بوده است. بر بنیاد بررسی‌های ما، سیاست تسکین پولی توانسته است که 0.5% بر رشد اقتصادی جهان کمک کند. صندوق جهانی پول رشد اقتصادی جهان را در سالهای 2020 و 2021 با رشد 3.3 و 3.4% پیش بینی کرده است. اما در کل رشد اقتصادی جهان نسبت به آنچه که در گزارش پیشین این سازمان آمده بود تفاوت دارد. اقتصاددان ارشد صندوق جهانی پول می گوید که هرچند برآورد رشد اقتصادی جهان برای سال روان و سال آینده میلادی کاهش یافته است، اما انتظار می رود که سیاستهای پولی سبب با ثبات شدن حداقل اندک رشد اقتصادی جهان شود. در این چشمانداز اقتصادی جهان پیش بینی می کنیم که رشد اقتصادی اندکی بهبود یابد و از 2.9% در سال 2019 و 3.3% در سال 2020 و 3.4% در سال 2021 برسد. پیش بینی کاهش 0.1% برای سالهای 2019 و 2010 و 0.2% برای سال 2021 بیشتر نتیجه تجدید نظر رو به پایین در اقتصاد هند است. Is owed largely to downward revisions for India. صندوق جهانی پول از کاهش تنش‌های بازرگانی میان چین و ایالات متحده آمریکا استقبال می‌کند. یک برنامه کوتاه داریم و پس از او ادامه برنامه بازار.
ادامه برنامه بازار. رئیس جمهور برای شرکت در نشست اقتصادی داووس به سوئیس رسید. رئیس جمهور غنی صبح روز سه‌شنبه برای شرکت در نشست مجمعه جهانی اقتصاد به شهر داووس سوئیس رفت. ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور در نشست اقتصادی سخنرانی خواهد کرد. رئیس جمهور در جریان این سفر ضمن سخنرانی و دیدار با رئیس مجمع اجلاس اقتصاد با شماری از مقامات نیز دیدارهای جداگانه خواهد داشت. محور نشست سالانه داووس یا مجموعه جهانی اقتصاد بر موضوع اقتصادی متمرکز خواهد بود و شرکت کنندگان مسائل بزرگ اقتصادی جهان را به بحث خواهند گرفت. افغانستان یک کشوری نیاز به کمک های جهانی است. لابد که رئیس جمهور باید در هر کنفرانسی مطرح بکنه که نیازمندی های حکومت و نیروهای مسلح و مردم چی نیازی دارند. قرار است در این نشست شماری از سران و نمایندگان در حدود 50 کشور به شمول رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و نخست وزیر پاکستان شرکت کنند. جنبه حاشیه خیلی مهم است که در روی رئیس جمهور افغانستان بتانه دیدگاه های کشورهای داخل در قضیه صلح افغانستان همسو با او چیزی را که دولت افغانستان تقاضا داره بسازد. مجموعه جهانی اقتصاد در شهر داووس 4 روز ادامه خواهد داشت. بیشتر این موضوع گفتگو میکنیم با آقای عبدالبصیر عظیمی، آگاه امور اقتصادی. سلام و وقت شما بخیر. خوش آمدید به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. بله، اگر در نخست روی نشست مجمع جهانی اقتصاد بر ما بیشتر جزئیات اشاره بکنین، به اینکه اهمیتش بر کشور مثل افغانستان و اشتراک رئیس جمهور افغانستان در این نشست چیست؟ خب امروز در واقع نشست در 21 جنوری، نشست مجمع جهانی اقتصاد که سال 50 خود داره در داووس که یک شهر بسیار کوچک کوهستانی در سوئیس است افتتاح شد. این نشست برای 4 روز است. آقای کلاوس شواب وقتی که 50 سال پیش در واقع در بنیاد مجمع جهانی اقتصاد رو گذاشت، اول یک مفکوره بود که برای شرکت هایی که در داخل اتحادیه اروپا و خود اروپا کار میکنن بیاین به خاطر که مشکلاتشان حل بشه، در واقع یک مجمع مدیریت بهتر شرکت ها رو ایجاد کرد، متمرکز روی اروپا بود. بعدش در 1987 این تغییر پیدا کرد به مجمع جهانی اقتصاد و از تمام کشورهای دنیا در واقع به او دعوت شد و در 2015 به عنوان یک نهاد بین المللی رسمیت پیدا کرد. هر سال در واقع خود این نشست یک موضوع مشخص داره که امسال تمرکزش سر جوانب زیدخل جهانی منسجم و پایدار است. عموماً شخصیت‌های بسیار کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از تمام دنیا جمع میشن، صاحبان شرکت‌های بسیار بزرگ چند ملیتی و بسیار مالتی بیلیون دلاری جمع میشن و تلاش میکنن که مشکلات و مشکلاتی که فراروی اقتصاد جهان هست در سطح کلان رو بررسی کنن و به اصطلاح او رو بررسی کنن، فرصت ها و چالش ها رو بررسی کنن و طرحهای نو رو ارائه بکنن. خب منتقدینی هم همیشه داشته، چرا که خود این مجمع جهانی اقتصاد در واقع نماد از جهانی شدن و اقتصاد جهانی هست و منتقدینی که یه اواخر خصوصا کسایی که جایزه نوبل گرفته بودن مثل آقای جوزف استیگلیتز، اقتصاددان بسیار بزرگ که در 1996 جایزه نوبل گرفته بود، او در یک انتقاد بسیار جدی در سال 2018 گفته که متاسفانه نتانسته که این مجمع نابرابری رو کم بکنه و به جای از این که بتانه برای روی نیروی کار توجه بکنه، متاسفانه فقط باعث از این شده که بحث اقتصاد سرمایه داری روش بکنه به نفع شرکت ها و شرکت ها همیشه فقط تلاش میکنن که چطور مالیاتشان کاهش پیدا بکنه و چطور مقرر زدائی بشه. در کنار از اون از سال 2014 مؤسسه آکسفام هم همزمان در شروع همیشه یک راپور بسیار منتقدانه ارائه میکنه و میگه که 2000 نفر در دنیا ثروتشان از 60% جمعیت جهان زیادتر است. یعنی همیشه نشست داووس منتقدینی داشته
و موافقین داشته. موافقین درست. بیشتر دنیای سرمایه‌داری، دنیایی که بله. به سمت اجندای جهانی شدن رو پیش میبره و منتقدین بیشتر کسایی هستن که میگه این نتونسته که اون برابری رو برای نیروی کار و وضعیت بهتر نیروی کار فراهم بسازه که همیشه در کنار از اون یکی از حواشی بسیار جدیش بحث‌های تغییر اقلیم، بحث‌هایی که چطور جلوی سوخت‌های فسیلی گرفته بشه، اینا هم همیشه اعتراضات بوده که و اما خازمی حکومت افغانستان به اینکه شخص رئیس جمهور به این نشست رفتن چگونه باید استفاده کنن؟ لااقل مشکلات اقتصادی که در حال حاضر افغانستان داره یا توجه کشورهای جهان جلب کنه به افغانستان کدام مورد میتونه باشه و چگونه باید این استفاده صورت هم بگیره؟ در تمام سالهای گذشته در رئیس جمهور افغانستان در نشست داووس اشتراک کرده، یا در روز اول بوده یا در روز سوم، این دفعه در شروعش در واقع اشتراک کرده. کارهایی که شده ای بوده که تلاش شده که هم در بعض از میزگردها اشتراک بکنن یا مصاحبه های اختصاصی سر موضوع انتخابات، سر موضوع صلح، بیانات خوده و دیدگاه خوده مطرح کنن. در کنار از این بعض نشست ها رو مثلا با سران ناتو، مثلا سال پیش با وزیر دفاع کشور جرمنی، اما در این نشست سخنرانی هم دارن آقای رئیس شما. مطمئنن باید منتظر بشیم. خب با توجه به موضوع انتخابات و صلح پیش بینی میشه که دیدگاه های مشخصی به ارتباط تعریف به اصطلاح عمو جهانی تروریست، تروریسم بین المللی، طالب ها، بحث داعش، بحث صلح، بحث انتخابات، دیدگاهی که در داخل افغانستان مطرح میکنه از این پلتفرم جهانی استفاده بکنه و این دیدگاه های خود مطرح بکنه. بله، اما حکومت افغانستان زمانی که میره به این چنین نشستی اشتراک میکنن، لااقل ما دستاوردهای عمده در بخش اقتصاد افغانستان باید داشته باشیم. فکر میکنین عمده ترین دستاوردهای افغانستان کدام مورد است که از طرف شخص رئیس جمهور در این نشست به جهانیان مطرح خواهد شد؟ خب نشست مجمع جهانی اقتصاد در روی اقتصاد بسیار کلان دنیا تمرکز داره و موضوعات محلی یا موضوعات مربوط به یک کشور فقیر مثل افغانستان که جی دی پیش در حدود فقط 22 میلیارد دلار هست و سرانه به اصطلاح پر کپیتال جی دی پیش کمتر از 600 دلار هست، هیچگاه نمیتونه که موضوعی بر گفتن باشه. عموما فقط یک پلتفرم یا یک سکوی برای اظهار نظر سیاستمدارای افغانستان میتونه باشه، اینکه ما در بتونیم برای چالش‌های جهانی دیدگاه مطرح کنیم یا طرح نو مطرح کنیم. مطمئنا انتظار نیست که از افغانستان باشه. افغانستان اگه بتونه در قسمت مو که چطور تانسته رشد اقتصادی داشته باشه یا چطور تانسته که کمک‌های جامعه جهانی رو به شکل شفاف‌تر مصرف بکنه یا چطور تانسته بعضی اصلاحات رو بیاره، یک پیام خوب هست که اما نمیتونه که و اما این نشست کمک خواهد کرد که توجه کشورهای جهان به افغانستان جلب شود در بخش اقتصاد که خیلی هم خوشبینی در این قسمت وجود داره. اگرچه حکومت افغانستان نمیتونه که شما اشاره کرده این نظریات بزرگ در مورد مسائل جهانی اقتصاد ارائه بکنن، لااقل شرایط افغانستان رو میتونن که بازگو بکنن به جهانیان. خب آن چیزی که در حواشی نشست‌های بزرگی مثل نشست مجمع جهانی اقتصاد میشه استفاده بشه به اصطلاح صحبت کردن با مقامات بسیار کلانی هست. امروز دیدین که آقای ترامپ در یک سخنرانی اشتراک کردن و صحبت‌های بسیار جدی در مورد تغییرات اقلیم، مورد اقتصاد و حتی چند ساعت قبل از اینکه امو ایمپیچمنتشان یا استیضاحشان در مجلس سنا باشه آمدن اینجا اشتراک کرد. یعنی تمام شخصیت‌های بزرگ دنیا در مجمع جهانی اقتصاد اشتراک میکنند. ای که چطور بتانه بخش سیاسی و دیپلماسی و دیپلماتیک ما بتانه لابیگری کنه تا نشست های چند جانبه یا دو جانبه رو برگزار کنه، یک فرصت هست که از این پلتفرم استفاده بشه و ما باید منتظر باشیم که چرا که مثلا در سال گذشته آقای رئیس جمهور در بحث تعریفی که از طالب ها داشت یا تعریفی که از تروریسم بین المللی داشت یک مقدار بسیار با جدیت مطرح کرد و برای خود من شخصا غافلگیرانه بود. باید ببینیم که دیدگاهی که امسال مطرح میکنه، من پیش بینی میکنم که خب باز بحث انتخابات رو بسیار جدی بگن و بحث صلح رو در ادامه انتخابات و یک برنامه طولانی مدت این پیش بینی ما است که صحبت ها رو مطرح کنن. خب باید منتظر باشیم که صحبت‌ها به چه شکل میتونه باشه، اما خب مطمئناً بعضی با بعضی شاید با حتی با نخست وزیر پاکستان چرا که اشتراک کردن با اونا هم بتونن که صحبت‌های داشته باشن. در کنار از این که فوکس اصلی خود مجمع جهانی اقتصاد روی اقتصاد است، اما گاگای یک پلتفرم سیاسی هم شده. مثلا در 1988
زمانی که بسیار بین یونان و ترکیه روابط سیاسی بسیار خراب شده بود و فکر میشد که باید یک جنگ بین یونان و ترکیه بشه، هر دو کشور در مجمع جهانی در 1988 یک اعلامیه دادن و گفتن که هیچ جنگی وجود نداره. در 1992 آقای نلسون ماندلا اولین سفر خارجی خود به داووس داشت. درست. و با رئیس جمهور وقت آفریقای جنوبی به اصطلاح آقای دو کلارک دید و این در واقع در مکاهش تنش‌های آفریقای جنوبی و آقای ماندلا تأثیر داشت. یعنی گاهگاهی شده که در کنار مسائل اقتصادی تانسته که حتی مشکلات سیاسی و در بحث صلح هم تاثیرگذاری داشته باشه. خب ببینید در موضوع افغانستان ما چقدر قدرت دیپلماسی، لابیگری و توانمندی هایی داریم که باز میشه که در این نشست بتانیم استفاده بکنیم. اما رفتن به طرف این نشست ها و اشراک در این نشست ها کار را به جای نمیرسانه که شما اشاره داشتین به او. اما حکومت افغانستان میتونه از کجا آغاز بکنه به خاطر بهبود اقتصاد کشور؟ گزارش دارم که امروز دیدبان شفافیت پخش کرد در حدود حکومت وحدت ملی 800 میلیارد افغانی به مصرف رسیده، البته بودجه توسعه‌ای بیشتر بوده، اما تاثیرگذاریش بر فقر در افغانستان دیده نشده. فقر 54% فقر مطلق افغانستان است که او را مبنایش قرار میدیم که اگر یک نفر در یک روز $1 درآمد داشته باشه او فقیر گفته نمیشه. اگر کمتر از $1 باشه ما او را فقیر میگیم. بله. قیمت گاز فعلا در شهر کابل 80 افغانی هست، یعنی اگر کسی تونست 1 کیلو گاز بخره آدم فقیر نیست. فقیر نیست در یک روز. ببینید حتی اگر ما این را یک مقدار همه جانبه تر تعریف کنیم مطمئنا افغانستان وضعیت فقرش بسیار زیاد است. من میتونم بگم که باید روی چالش های ساختاری اقتصاد افغانستان، بحث تغییرات اقلیم، بحث ریفورم، بحث مبارزه با فساد و سایر موضوعات به شکل ساختاری کار بشه. تشکر آقای عزیزی، سپاس از اینکه با برنامه حضور یافتین. خیلی سپاس از شما. فکنو هم ادامه خبرها. وزارت صنعت و تجارت در واکنش به انتقادها از برکناری های برخی از کارمندان این وزارت از سوی شماره از افراد اطلاعات را در پیوند با برخی از این کارمندان در رسانه های اجتماعی نشر کرده است. بر بنیاد اطلاعات یکی از این کارمندان که سرپرست ریاست تحلیل بازرگانی این وزارت گفته شده است، پدرش نیز همچون رئیس منابع بشری و خانمش دریکی است بعضهای آمریت در این وزارت کار میکردند و نیز شماره از نزدیکان دیگرش نیز در این وزارت کار میکردن. همزمان با این سند های در صفحات فیسبوکی در پیوند با تلاش های برخی از کارمندان برکنار شده این وزارت برای آنچه که بدنام ساختن و توهین سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفته می شود نشر شدند. وزارت صنعت و تجارت میگوید که به همین علت این موضوع را با نهادهای عدلی و قضایی شریک ساختند. مداشته های بازار که تقدیم شما شد. بخشون بخیر. خدا نگهدار.